خبر امروز اهورِ نیازی. سلام، صبحتون بخیر باشه. اهورِ نیازی هستم، شما دنبال کننده خبر امروز هستید. یه سری جملات تکراری. امروز 24 خرداد ماه مصادف با 14 ماه جون سال 2021. دقیقا در چنین روزی سال 1941، یعنی دقیقا 80 سال پیش، آقای جان ماچلی به شهر لواسیتی رسید تا آقای جان آتاسونوف رو ملاقات بکنه که کامپیوترشون رو ببینن. این دو پیشرو در صنعت کامپیوتر بعدنها خودشون رو در دادگاهی پیدا کردن که در تلاش بودن در نبردی مشخص بکنن و ثابت بکنند کی صاحب برحق و مخترع کامپیوتر دیجیتالی الکترونیکیه. این دو شخص با هم همکاری داشتن در تولید این وسیله دیجیتال، اولین کامپیوترهای دیجیتالی در جهان، و بعدش هم با هم درگیر شدن در دادگاه. دیگه ما برایش یه سری اطلاعات عجیب غریبه، راستشو بخواین خیلی متوجه نشدم دقیقا چی به چیه. بریم سراغ خبر اول. متاسفانه تولید گلکسی S21 FE فعلا متوقف شده. گلکسی S21 FE نسل بعدی گلکسی S20 FE یعنی فن ادیشن، گوشی های مقرون به صرفه با مشخصات پرچمدار سامسونگ که S20 FE بسیار پرطرفدار بود، بعد نسخه 5G شو دادن بیرون، بسیار پرطرفدار بود، حالا قراره که S21 FE رو بدن بیرون. گوشی با چیپست اسنپدراگون 888. اما چرا این اتفاق افتاده؟ اگر در جریان باشید، به سبب کووید و یک سری اتفاقهای جانبی در جهان به شدت کمبود چیپست وجود داره. چیپست در جهان نیست، کم هست. برای همین در تولید گلکسی S21 های FE به اندازه کافی چیپست وجود نداره. خب موضوع عجیب غریب این داستان اینه که ما انتظار داشتیم برای سه ماهه سوم سال 2021 میلادی گلکسی S21 FE بیرون بیاد، اما طبق این خبر و کمبود چیپستی که در جهان هست، مشخص نیست که زمان معرفی این محصول جذاب تا چقدر عقب بیفته. اواخر 2021 عرضه خواهد شد یا نه میره تا سال 2022. خبر خوب برای دنبال کننده های بازی، نمایشگاه ایتری رو چطوری دنبال بکنیم؟ البته بنده امسال فراموش کردم ایتری رو درست حسابی پوشش بدم. ایتری نمایشگاه الکترونیکی بازی هاست و هر سال کمپانی ها آخرین دستاوردهاشون رو از محصولات تا بازی ها رو، محصولات منظورم قطعات سخت افزاریه، تا بازی ها رو به معرض نمایش میذارن. برترین کنفرانس ها رو میبینین: یوبیسافت، کاپکوم، ای ای گیمز، کمپانی برازر، خیلی کمپانی ها میان و کنفرانس های خبری خودشون رو میذارن، از آخرین دستاورت هاشون صحبت میکنن. اما ایتری از کی شروع شده تا کی ادامه داره؟ ایتری از 12 ماه جون، یعنی دو روز پیش شروع شده، تا فردا یعنی 15 ماه جون ادامه داره. اما چطوری مراسم رو ببینیم؟ خدمت شما عرض بکنم که کافیه در گوگل یه سرچی بزنید، اما در تاریخ 14 جون که امروز هستیم، از مجموع کنفرانس هایی که هست، دو تا از معروف ترین هاش مربوط میشه به کنفرانس کپکام و ریزر. کافیه در گوگل یک سرچی بزنید نسبت به زمان کنفرانس این دو تا کمپانی. فردا هم نینتندو و کمپانی باندای، کمپانی که کراش نیترو کارت، بازی کراش رو به صورت کلی پابلیک کردن، کنفرانس دارن. اما کمپانی مثل کپکام میخواد در مورد چی صحبت بکنیم؟ انتظار میره که کپکام در مورد بازی که در حال ساخت هستن، بازی شکار ارواح، صحبت بکنه و در مورد Resident Evil Village یه صحبتهایی داشته باشه. اما کمپانی رازر هم کنفرانس مطبوعاتیش مربوط میشه به سخت افزارهایی که در دست تولید دارن. گوگل ایده حذف آدرس کامل رو از کرومبار لغو کرد. در جریان هستید که سالیان ساله گوگل در تلاش آدرس های URL، آدرس وبسایت ها رو خلاصه بکنه. همونطوری که الان میبینید آدرس وبسایت ها HTTPS اش حذف شده، www ابتداش حذف شده. اینها همه به سبب خلاصه سازی های گوگل هستش. حالا گوگل برنامه اینو داشت که اگر شما به یک وبسایتی میرید، مثلا digicala.com، بعد بخش موبایل هاش /smartphones، درسته؟ وقتی تو اون صفحه میرید، تو بخش آدرس بارتون این
آدرس نوشته میشه /smartphones یا هر آدرسی که نامی که برای اون صفحه مد نظر قرار گرفته بودن. گوگل قصد داشت برای افزایش امنیت و ظاهری مینیمالی این آدرس طولانی رو کم بکنه، یعنی شما اگر 10 تا پیج به داخل یک وبسایت برین همینطوری آدرس ها زیاد و زیادتر میشه. گوگل برنامه اینو داشت که فقط بشه digicala.com دیگه اطلاعاتی از اون آدرس بار نده، اما گویا این ایده نه تنها موجب افزایش امنیت نمیشه بلکه موجب کاهش امنیت میشده. چرا؟ خود گوگل این شکلی گفته به سبب باگ‌های اخیر کروم تصمیم گرفتیم که این آزمایش جذاب رو حذف بکنیم و در انتها یه دونه ایموجی ناراحت زدم. البته زمانی که شما این خلاصه سازی رو میبینید کافیه رو کروم ادرستون یک کلیک بکنید، رو کروم بار یک کلیک بکنید تا آدرس کامل رو ببینید. آیا کامپیوترمون رو هر شب خاموش بکنیم یا نه؟ در جریان هستید که هر دفعه که شما کامپیوتر رو خاموش میکنید، روشن میکنید، یک جریانی که در مدار کامپیوترتون اتفاق میفته میتونه در گذر زمان عمر قطعات شما رو کاهش بده. طبق مقاله‌ای که اخیراً منتشر شده، یک سری از کامپیوترها نیاز دارن هر شب خاموش بشن، یک سری ها نه. اگر شما استفاده خیلی کمی از کامپیوترتون دارین، مثلا روزی یک ساعت با کامپیوترتون کار میکنید، پیشنهاد میشه که کامپیوترتون رو خاموش نگه دارید. اما اگر استفاده شما مثل بنده خیلی زیاده از کامپیوترتون، پیشنهاد میکنن که شبها هم کامپیوتر رو روشن بذارید. اما چرا باید کامپیوتر رو خاموش بکنیم؟ یکی اینه که مصرف برق، دوم اینه که جلوگیری از نوسانات برقی زمانی که ما هوشیار نیستیم، جلوگیری از داغ شدن دستگاه، محیطی ساکت‌تر. اما چرا کامپیوترمون رو شبها خاموش نکنیم؟ یک، اگر زیاد کامپیوترتون رو خاموش نمی‌کنین، با این کار جلوگیری می‌کنید از اینی که دستگاه شما بخواد عمر قطعاتش کم و کم‌تر بشه. در مرحله دوم همیشه دستگاهتون آماده آپدیت شدنه. در مرحله سوم اگر دستگاهتون رو ریموت می‌کنین، همیشه قابلیت این رو داره از خونه بزنین بیرون و بتونید دستگاهتون رو کنترل بکنید. اما در نهایت تفاوت اسلیپ و هایبرنیت کردن کامپیوترمون، اسلیپ کردن در واقع وارد کردن کامپیوتر به یک فازی و یک مرحله ایه که تمامی منابع در حد اقلیت خودشون انرژی مصرف میکنن و آماده شروع به کارن. تمامی داده های شما در بخش رم ذخیره میشه. خب مزایاش چیه؟ معایبش چیه؟ مزایاش اینه که به محض اینکه بخواید با کامپیوتر کار بکنید، سریعا همه چی استارت میخوره، اجرا میشه. به سخت افزار فشار نمیاد مثل زمانی که کامپیوتر خاموشو بخواید روشن کنید یا کامپیوترتون رو بخواید ریستارت بکنید. و از اونجایی که به صورت تکنیکی کامپیوترتون هنوز روشنه، اگر آپدیتی بیاد کامپیوترتون اون آپدیت رو دریافت میکنه. اما خطراتش چیه؟ اگر برق بره احتمال این هست داده هایی که در رم ذخیره شدن از دست برن، و خارج شدن از حالت اسلیپ به این معنا نیست که کامپیوترتون فواید ریستارت شدن رو به دست بیاره. اما هایبرنیت کردن در واقع به نوعی خاموش کردن کامپیوتره. منابع انرژی دیگه مصرف نمی کنن. اطلاعات به جای اینکه تو رم ذخیره بشه، تو درایو بوتتون ذخیره میشه مثل درایو سی. دفعه بعدی که کامپیوتر روشن میکنید، انگاری که کامپیوتر ریستارت کردید، از فوایدش استفاده میکنید. اما ضررش اینه که به سخت افزار میتونه فشار بیاره، به علاوه اینه که از اونجایی که داره ریستارت میشه ممکنه کمی طول بکشه تا اجرا بشه. یک بد افزار در طی 2 سال از میلیون ها کامپیوتری که از یک سری بازی کرکی استفاده میکردن اطلاعات دزدیده. تیم تحقیقاتی نوردلاکر در مورد این حمله دست جمعی هکرها این شکلی آنالیز کردن، گفتن که 3.2 کامپیوتر برپایه ویندوز بر اثر دانلود کردن یک سری بازی های کرکی، یک سری نرم افزار های کرکی مثل نسخه فیک ادوبی فوتوشاپ، در مجموع 1.2 ترابایت فایل و کوکی ازشون دزدیده شده در بازه 2018 تا 2020. این داده بیش از 2 میلیارد کوکی بوده که تا زمان کشف و اطلاع رسانی این خبر 22% رو متوجه شدن. 1.1 آدرس ایمیل دزدیده شده، 26 میلیون اطلاعات لاگین شدن دزدیده شده، 6 میلیون فایل از دسکتاپ دزدیده شده و پوشه دانلود، 9000 عکس دزدیده شده، 600000 فایل ورد، 3 میلیون فایل تکس. و جالبه بدونید که از اکثر کامپیوترهایی که این بدافزار واردشون شده و وبکم داشتن، از صاحبین اون کامپیوتر هم عکس گرفتند.
دفعه بعدی که اقدام میکنید برای نصب بازی های کرکی کمی بیشتر دقت کنید. صندلی پرواز به ورای زمین همراه آقای جف بزوس 28 میلیون دلار فروخته شد. اگر در جریان باشید چند روز پیش اخباری مربوط به جشن پایان فعالیت آقای جف بزوس به عنوان مدیر عامل آمازون بیرون درس شد و بنده هم پوششش دادم در خبر امروز و جشنشون اینطوری بود که آقای جف بزوس به برادرشون گفتن که میای با هم بریم خارج جو زمین، ایشون هم گفته بریم. آقای جف بزوس اگر در جریان باشید یک کمپانی تولید موشک و تجهیزات فضایی دارن به نام بلو اوریجین. حالا اینها با یه موشکشون که 100 خورده‌ای بار تست مختلف تا فضا رفته برگشته بدون سرنشین رو انجام داده میخوان به فضا برن. این سفر اگر اشتباه نکنم 11 دقیقه طول میکشه و سکوی اصلی که اینا میخوان توش بشینن متشکل از 6 صندلی بود که دوتاشون ایشون میشستن، ما بقیش پر میشد. یک صندلی رو گذاشته بودن واسه مزایده. قیمت نهایی اون 28 میلیون دلار شد ولی شخصی که این مزایده رو برنده شده هنوز مشخص نشده. کمپانی بلو اوریجین این شکلی گفته که به زودی مشخصش میکنیم و این هم از آخرین خبر امروز. خیلی خوب، خبر امروز به همراه در چنین روزی خبرهای اصلی بدون خورد اخبار به پایان رسید. امیدوارم مورد پسندتون قرار گرفته باشه. دمتون گرم که مثل همیشه حامی هستین. ویدیوهای هر شب ساعت 8مون رو در یوتیوب فراموش نکنین ببینین. در اینستاگرام راست ساعت 9 آپلود میشه، 9 شب. علاوه اینی که اگر ایده خاصی داشتید، دوست داشتید موضوعی بهش پرداخته بشه، بفرمایید. در مورد داستان ضررهای شارژ سریع اکثرتون گفته بودید که ویدیو بسازم، اپیزود قبلی بهش پرداخته بودیم، چشم، خواهم ساخت. بریم ببینیم که فردا روز با چه اخباری برمیگردم. ارادتمند شما هر شبانه روز 7 روز هفته اهورا نیازی.